17 تیر ماه برابر است با 8 ماه ژوئیه 2021 میلادی. با درود به بینندگان و شنوندگان و به نام پایندگی ایران، برنامه بررسی رویدادها رو از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنم. مطالب زیادی این هفته هست مثل همیشه که امیدوارم فرصت گفتگو دست بده. قبل از هر چیزی راجع به اینکه خامنه‌ای بدجوری تحقیر شد در انتخابات و بعد این تحقیر ادامه داره در خاموشی برق و مردم واکنشی که نشون میدن در تاریکی شب، در این مورد صحبت خواهیم کرد و بعدم در مورد دروغ‌هایی که در مورد آمار انتخابات میدن همچنان تکرار میکنن، در این مورد هم صحبت میکنیم و بعد اینکه تا چه حد سردمداران جمهوری اسلامی از همبستگی مردم دچار وحشت شدن و نشانه های این ترس و وحشت چیه، در این مورد هم صحبت میکنیم و در آخر اگر فرصتی باشه من میخوام راجع به یک مطلبی صحبت بکنم و اونم اینه که ما فقط سال 57 نبود که اشتباه کردیم، مردم اشتباه کردن در سال 57. اینکه میگن اون نسلی که سال 57 اشتباه کرد و درست هم میگن، ولی اشتباه فقط در سال 57 نبود، دلایلی هم داشت، اگر فرصت بشه مختصر خواهم گفت، ولی در دوره‌های بعد نیز ما به دلایل دیگری دچار اشتباه شدیم. یکی در زمانی که رفسنجانی اومد، یکی دورانی که خاتمی پیدا شد و بعد میر حسین موسوی و بعدم روحانی که هر بار با یک دلیل و یک ترفندی مردم اشتباه افتادن و این اشتباه تکرار شد. ولی خوشبختانه این انتخابات به دلیل اون آگاهی که مردم پیدا کردن و ماهیت سردمداران جمهوری اسلامی رو درک کردن و بعدم اون فقر، نداری و اون جنایات و تبعیض، ظلم و جور مردم به یک مرحله رسون که این بار دیگه ترفندها تاثیرگذار نبود و این دلیل، به همین دلیل اینها ناچار برای پنهان کردن وحشت خودشون از آمارهای دروغ استفاده میکنن و تکرار. حالا برمیگردیم به قسمت اول و اون این که بارها در این سالهای گذشته بارها گفتند، هم میهنان ما گفتند و خود من تکرار کردم که یک عامل بقای جمهوری اسلامی یا یک بخت بزرگ جمهوری اسلامی در باقی موندنش عدم همبستگی مردم به ویژه در داخل بوده و خوشبختانه این همبستگی شکل پیدا کرده. الان چندین ساله که در ایران نهادهای مردمی به وجود اومده و مستقل و بدور از دولت به مردم کمک میکنن، یاری میرسونن، چه در زلزله ها، چه در سیل، چه در حمایت از خانواده های ندار، بچه های فقیر، بچه های خیابون و خیلی به هر حال ملت زنده طبیعی همچین کارهایی بکنه. ولی اینکه یک دولت اشغالگر مملکتش رو اشغال کرده باشه و این همبستگی خوشبختانه شکل بزرگتری پیدا کرد، شکل وسیع‌تری پیدا کرد و در انتخابات خودش رو نشون داد و با
این قدرت همبستگی و با ماندن در خانه ها واقعا خامنه‌ای رو تحقیر کرد، ولی خوشبختانه این تحقیر از این به بعد ادامه خواهد پیدا کرد و پیدا کرده به دلیل قطع برق. خیلی جالبه، برق رو به عراق میفروشن بدون اینکه بتونن پولش رو بگیرن، حالا میخوان برق به پاکستان صادر کنن، در اصل که مردم ما در نه تنها تهران، در شهرستان ها دچار برقی هم، اونم در تابستان که هم یخچال ها با برق کار میکنه، هم بادبزن های برقی، هم کولر، همه اینها در یه همچین شرایطی مردم راه حل بسیار جالبی پیدا کردن بدون اینکه به هم گفته باشن، ولی خب الان شاید بعد از چند روز دیگه همگی آمادگی دارن که در ساعات شب برق که قطع میشه روی پشتبان ها و در پنجره های اتاق ها شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، بر مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای رو میدن و اینها تحقیرهای مجددی است که به دنبال اون انتخابات به این شخص انجام میشه. و حالا کی واقعا نمیدونم کی تا کی میتونه در مقابل این تحقیر یک ملت طاقت بیاره، باید دید و شاهد بود. و همونطور که گفتم به دلیل این همبستگی بزرگ ملی و به دلیل این که راه های عدم خشونت رو مردم انتخاب کردن، این تحقیر ادامه خواهد پیدا کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. یه دلیل یعنی من به هموطنان عزیزم میگم، چون هستن یه دهی که بدبینن، یه دهی ناامیدن، هم میگن که قبل از انتخابات هم میگفتن که این تحریمی در خانه ماندن تاثیر نداره، هر کسی رو میخوان از صندوق در میارن، دولت های خارجه از اینا حمایت میکنن، ولی الان متوجه شدن که نه، تاثیر داره. گرچه قبل از انتخابات یه کسی رو انتخاب کرده بودن، خودشون منتصب کرده بودن و روز انتخابات هم اعلام کردن، ولی همین که آمار با این وحشت، با این حد، با این حد دروغ بیان کردن، این نشان دهنده ترس. ببینیم جمهوری اسلامی به دلیل اینکه پاسدارا و بسیجا و خانواده‌هاشون و نیروهای انتظامی و کسانی رو داره که ناگزیرن رای بدن، اینا به 10% بیشتر نمیرسن. یعنی اون حرفی که خامنه یه روز زد، یه ماه و نیم، دو ماه قبل از انتخابات گفته میشه که 90% مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد و این فاجعه است و دوبار تکرار کرد، واقعا تغییر شد. بنابراین اینا نهایت 10% مردم رو تونستن بیارن پای صندوق ها و با جابجایی همین افراد و با شناسنامه های قلابی که درست کرده بودن، با شناسنامه هایی که خریدن و ساعت به ساعت قیمتش هم بالا می رفت، اینا تونستن این 10% رو بکنن. 20% که از این 10% هم که دو بار تکرار شد در صندوق های رای گیری، دو بار شرکت کردن، به گفته خودشون نزدیک به 5 میلیون تنه اینها که ناگزیر بودن و مجبور بودن که شرکت کنن، نه تنها آرای سفید ناسزا نوشتن و در صندوق ها انداختن، چون اگر آرای سفید بود اینا خوشحال بودن و اون آرا رو به نام رئیسی پر می کردن. بنابراین اون 20% هم ضرب در دور کردن و گفتن 40% مردم شرکت کردن. بعد خامنه‌ای اومد این تحقیری که به نسبت به او شده بود اینو حقاً و حقیقتاً افتخار نامید و بعدم دستور داد که هرچی میتونن این آمار رو تکرار کنن و خودش هم گفت در کشورهای دیگه من این چند درصد میام، پیش اومده که 35% مردم شرکت کردن، 40% مردم در انتخابات کشورهای خودشون شرکت کردن، ما هم با دروغ و با حق بازی رسوندیم به 40 خورده درصد. ولی دروغ بودن این در همینجا معلوم که
خود روحانی و وزارت کشور حاضر نبود اعلام بکنه این آمارو. یعنی بخشی از بدنه خود جمهوری اسلامی این آمار به قدری دروغ میدونست که نمیتونست اعلام بکنه. و میدونیم که تحتیل کرده بودن روحانی رو که گویا به سرنوشت رفسنجانی ممکنه دچار بشه، اینها اینو اعلام کردن. و بعد حالا هم مرتب تکرار میکنن 40 خورده اومدن، بعد تهران از هر 4 نفر یک نفر، نه خیر، از هر 10 نفر یک نفر اومدن. شما که شهر راست نمیگید. من میخوام به هموطنان عزیزم بگم که اینا وقتی آمار دروغ میدن مطمئنن BBC و صدای آمریکا و انترنشنال و انترنشنال و اون صدای افغان اینا رو تکرار میکنن. و متاسفانه اپوزیسیونی که نمیدونم ظاهرن یا باطنن خودشون رو مخالف نظام میدونن، به استناد BBC و نمیدونم صدای آمریکا تکرار میکنن. ولی مردم، من از هموطنان خواهش میکنم که نپذیرین این آمار رو. این نظام کلیتش بر دروغه. مگه حرفایی که خمینی زد که مردم رو جذب کنه و به میدون بیاره خلافش عمل نکرد؟ و وقتی آقای بازرگان یاده چه کسی بهش یادآوری کرد، گفت خودعه کردم، یعنی دروغ گفتم. مگه رفسنجانی نگفت امام گفته با بودن خامنه‌ای شما نیاز به رهبر ندارید؟ من دروغ نگفت. مگه خامنه‌ای نرفت اونجا صحبت کرد گفت وای به حال ملتی که من رهبرش باشم؟ ولی الان به هیچ وجه حاضر نیست بره کنار. مگه دروغ نیست؟ مگه در مورد آوردن خاتمی دروغ نگفتن؟ مگه در مورد موسوی نگفتن میخواد بیاد فرش قرمز از زیر پای رهبر بکشه؟ اون در میدان شهریار نمیدونم حالا چی شده اسمش، رفت رو ماشین گفت حضور میدونی شما به خاطر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی همونی که مردم به تصور این که عوض میکنه به این رأی داده بودن. و برگشت به دوران طلایی امام، یعنی دوران تاریک و سخت، دوران سخت و تاریک تاریخ معاصر ایران. من دروغ نبود این که میخواست فرش رو از زیر پا بکشه، میخواست قانون اساسی رو اجرا کنه. مگر همین روحانی این حرفای قشنگ نزد، نام کلید و فلان این چیزا نگفت که مردم باور شدن؟ دیدین که همه رو دروغ گفته. بنابراین من خواهشم از هموطنانم اینه که این آماری که جمهوری اسلامی میده و BBC و صدای آمریکا و انترنشنال و صدای افغان تکرار میکنن تکرار نکنن. 10% مردم بیشتر شرکت نکردن، البته در جای مختلف بردن این رقم رو ببرن به 20%، ولی از همین ها بخشی که حدود نزدیک 5 میلیون که ناچار بودن برن، این ناصدارها رو به جمهوری اسلامی و رهبرش و سردمدارانش نوشتن. یک دلیل دیگه من میارم برای هموطنان عزیز که بدونن که جمهوری اسلامی چقدر ترسیده. اصولا نظامی میترسه که حالت حمله به خودش بگیره و تهدید بکنه. همین که خامنه‌ای رئیسی رو برده که به نام ملا نمیدونم روزخون قاتل در دنیا معروفه، همین که او یک کسی به نام اژه‌ای رو برده وزیر قوه قضاییه، و او هم یک کسی رو برده طائب صائب نمیدونم یعنی اسمای عجیب غریب او برده اینو کرده وزیر اطلاعات، رو اینها همه در ظاهر به مردم میخوان بگن که ما ایستادیم و ما مقاومت میکنیم و ما سرکوب میکنیم، ولی همه اینا نشانه ترسه. ما بارها هر کدوم از ما ایرانی ها دیدیم وقتی 2 نفر دعواشون میشه در جایی، اونی که میترسه میگه اگه جلو بیای بزرگترین تیکه بدنت گوشه شد، اونی که میترسه این تهدید رو میکنه. نظام ها هم میتونن و اینها نشان دهنده ترسه. و از همین جا باید فهمید که این قدرت همبستگی چقدر تاثیرگذار بوده و اینها چقدر باعث نگرانی و وحشت و تردید و اینها شدن. بنابراین من امیدوارم، نه من، هر ایرانی عاشق وطن، هر ایرانی که عاشق
سربلندی ایرانه، از تکرار عظمت ایرانه، رهایی از فقر و بدبختی و تبعیض و گرسنگی هر ایرانی که خواهان اینه که ما به آزادی برسیم و در سایه آزادی استعدادهای یک ملتی شکوفا بشه، نه آزادی یک فرد، اون فردی که حکومت فردی رو انتخاب کرده. ما همه امیدواریم که این همبستگی از این پس قدرت بیشتری از خودش نشان میده، که یه موردش الان همین مورد تظاهرات خاموشی برق، موردی که هفته پیش اتفاق افتاد، اعتصاب کارگران شرکت‌های وابسته به شرکت نفت، شرکت گاز و شرکت پتروشیمی بوشهر. این اعتصابات که با حمایت تشکلات معلم ها روبرو شد و سایر تشکلات کارگری در سایر نقاط ایران اعلام پشتیبانی کردن و ادامه پیدا خواهد کرد، اینها همه نشانه سحر، یعنی سحر آزادی است که خواهیم دید و شاهد خواهیم بود. و تا سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار آزادی و حکومت مردم بر مردم ادامه پیدا خواهد کرد. یک موردی هفته پیش آدم رفته بود، الانم داشت فراموشم میشد، در یاسوج که مردم به پا خواستن و شیر زنان ما و یه شیر زن واقعا وطن پرست و آزادی خواه در مقابل بسیجی ها واسه به تنهایی بسیاری از اینها رو مجبور به فرار میکرد. یه کسی که اگر شناسنامه‌اش رو بنویسیم نوع جنسیت می‌نویسه مرد، با موتور از پشت سر به این زن با موتور زد و من نمیدونم سرنوشت این شیر زن به کجا کشید، ولی این شخص که توی شناسنامه می‌نویسن مرد، حتی نامردم براش اضافه است، یعنی آدمایی که بهشون بگن نامرد نسبت به این بهتر هستن تا یه همچین کسی که با موتور از پشت زر سر به یه شیر زن که میتونه خواهرش باشه، میتونه فامیلش باشه، به این شکل حمله کرده و از سرنوشت اون شیر زن من خبر ندارم، ولی تردید نیست هموطنان اون هم شیر زن، فامیلای او این نامرد و تنها راحت نخواهند گذاشت و بهتره تا دیر نشده از اون شهر فرار بکنه تا دچار دست انتقام مردم نشه. مورد دیگه هم که این هفته مطرح شده اینه که مجدداً جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی از طالبان دعوت کرده نمایندگان طالبان به تهران بیان و گویا نمایندگان دولت افغانستان هم دعوت کرده و این مذاکراتی که اغلب در کشورهای عربی جنوب خلیج فارس بین اینها انجام میشد گویا در تهران قرار انجام بشه. اینکه چه هدفی داره باید ببینیم، برای اینکه مدت هاست که جمهوری اسلامی و با پشتیبانی یا همکاری روسیه اینا دارن از طالبان حمایت میکنن و به این نتیجه رسیدن، همونطور که آمریکا و عربستان و پاکستان در زمان اشغال افغانستان توسط روسیه شوروی تونستن با ایجاد طلبه ها که بعدن شد طالبان و با حمایت مالی عربستان و سربازای پاکستان و جنگ افزار آمریکایی، اینها موفق شدن که روسیه رو شکست بدن و روسیه نیروی نظامی خودش رو از افغانستان خارج کرد. یعنی در حقیقت آمریکا روسیه رو در افغانستان به همون سرنوشت دچار کرد که چین و روسیه آمریکا رو در ویتنام سرنوشت دچار کرده بودن، ولی الان به نظر میرسه، یعنی اینطوری میشه احساس کرد که روسیه بعد از گذشت زمان، زمان خوش گورباچف تا حالا،
به این نتیجه رسیده که با کمک جمهوری اسلامی بتونن همون بلایی که آمریکا در افغانستان بر سر نیروهای نظامی روسیه شوروی آوردن و اونها رو مجبور به خروج کردن، همین کار رو بر ضد آمریکا انجام بدن و آمریکا رو وادار بکنن که هر چه زودتر قشونش رو نیروهای نظامی شو ببره. همینطور کشورهای ناتو مثل استرالیا مثل آلمان که نیروهاشون رو بردن و میخوان تلافی اون بلایی که در زمان گورباچوف به سرشون اومد این بار سر آمریکا و نیروهای آمریکا خالی کنن. ولی واکنش آمریکا چی خواهد بود؟ چون از سوی ناچار نیروهای نظامیشو ببره، برای این قولی بوده که ترامپ داده بوده و اینا ناچار و افکار عمومی مردم آمریکا خواهان اینن که نیروهای نظامی برگردن. در نشه باید این واکنش آمریکا با این مسئله که تقویت طالبان توسط جمهوری اسلامی و روسیه خواهد بود و هست چه خواهد بود و این دعوتی که اینها کردن از نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در تهران مذاکره کنند، نظر آمریکا چیه؟ آیا موافقه؟ آیا تصمیم داره بعد از 20 سال که افغانستان اشغال کرده بود و نیروی نظامی برده بود و بیش از حد هزینه کرده در اونجا و تعداد زیادی کشته دادن، حالا به این نتیجه رسیده افغانستان رو واگذار بکنه به طالبان؟ برای که تردید نیست اگر نیروهای آمریکایی و ناتو نباشند، دولت بی ارزه‌ای که در افغانستان حاکمه قادر به جلوگیری پیشرفت طالبان نیست، به خصوص در اون زمان شاه محمود بود در اونجا و مقاومت میکرد، احمد شاه مسعود در پنجه و مقاومت میکرد و نیروی مقاومتی بود در مقابل طالبان و حتی در اون زمان جمهوری اسلامی کمک میکرد به احمد شاه مسعود. ولی الان دولت افغانستان و جنرال دوستان بود، اونم از توی مقاومت میکرد، ولی الان هم چون قدرتی افغانستان نداره و با رفتن آمریکا حتما دولت افغانستان ساقط خواهد شد، مگر اینکه برنامه دیگه ای پیش بینی کرده باشن. باید دید آیا آمریکا موافقه با این که طالبان مجددن بعد از 20 سال که اونجا را اشغال کرده بود مسلط بشن، و اگر مسلط بشن جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا این روابط دوستانه که امروز ایجاد کرده به هم خواهد خورد یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ اینها نیاز به بررسی داره که آگاهی از این به گمان من لازمه. اما همونطور که گفتم فرصتی هست یه چند دقیقه به طور فشرده بپردازم به این که همیشه گفته میشه توسط بسیاری از هموطنان ما نسل جوان و به حق هم گفته میشه که پدران ما در سال 57 اشتباه کردن و به هر حال نظامی که اگر فردی بود نظام فردی بود ولی مذهبی نبود عوض کردن با یک نظام دیکتاتوری مذهبی و این اشتباه صورت گرفت، به خصوص توسط احزابی که اون زمان بودن. اون زمان حزب توده بود، با وجود اینکه شعارش این بود که دین افیون توده هاست دنبال خمینی رفت، فدایی ها که اون موقع همین جدا نشده بودن اکثریت و اقلیت نشده بودن دنبال خمینی رفت، مجاهدین دنبال خمینی رفتن و همینطور نهضت آزادی اینا همه به طور کامل و جبهه ملی هم دو بخش شدن. یه بخش هشدار دادن که این فاجعه بزرگ تاریخی داره اتفاق میفته و چون در اقلیت بودن صدا به جایی نرسید و اکثریت این اشتباه رو کرد و به دنبال خمینی رفت. این به حق گفته میشه که سال 57 پدران ما انقلابی کردن که الان 42-43 سال مردم در آتش
اون به اصطلاح انقلاب میسوزن. ولی من میخوام یادآوری کنم به ویژه به نسل جوان یا نسل میانسال که این تنها سال 57 نبود که مردم ما اشتباه کردن یا به قولی خودکشی کردن، ولی ما دیدیم که بعد از مرگ خمینی رفسنجانی که میخواست قدرت رو به دست بگیره و مرتب به دولت‌های خارجی به خصوص اروپا و آمریکا پیغام میداد که مرد قدرتمند من هستم و من تصمیم میگیرم و من رهبر انتخاب کردم، اون موقع بخشی از روشنفکرهای ما حتی مبارزین آزادی خواهان ما گفتن بله رفسنجانی اومده و دیگه وضع عوض شده و دوران خمینی پایان پیدا کرد. 7-8 دوستان من، دوستان قدیمی من در جبهه ملی که در پاریس بودن و بیش از من با آقای بنی‌صدر نزدیک بودن و دیده بودن که عامل برکناری بنی‌صدر از ریاست جمهوری اسلامی همین رفسنجانی بود، اینا جلسه گذاشته بودن که یکی از اینا که هم اسم من هست و با من خیلی نزدیک بود از سالهای قبل، این اومد دیدن من و به من گفتش که آره ما در جلسه این تصمیم گرفتیم که برگردیم به ایران چون معتقدیم که با فوت خمینی و اومدن خامنه‌ای فضا عوض شده و ما میتونیم به ایران برگردیم. این تصمیم رو در جمع 7-8 نفره گرفتیم و به من گفتن که بیام به تو هم بگم که آماده باشیم برای برگشت به ایران. من به ایشون گفتم که من اینطوری فکر نمی کنم. من معتقدم که دوران رفسنجانی به مراتب بدتر از دوران خمینی خواهد. این رفسنجانی بود که بعد از اینکه عراق صلح و پذیرفته و قطعنامه سازمان ملل رو برای صلح با ایران پذیرفته بود، خمینی رو قانع کرد که جنگ رو ادامه بده. این رفسنجانی بود که همین بنی‌صدر که با شما انقدر نزدیک برکنار کرد و این بود که خامنه‌ای رو رهبر کرد. بنابراین از دید من اوضاع در زمان رفسنجانی بدتر خواهد شد و این رو از قول من به دوستان بگو و خب بنام انشالله که اونها اشتباه نکردن و من اشتباه میکنم. یه 3-4 ماه گذشت، من باز اون دوست رو به تصادف دیدم، گفتم رفتنتون چی شد؟ گفت من صحبتهای تو رو اومدم در جمع در یه جلسه بعد مطرح کردم و دوستان به این نتیجه رسیدن که دلایل تو درسته و ما هم از رفتن به ایران خودداری کردیم. بنابراین یه عده‌ای گول رفسنجانی رو خوردن ولی جرأت نمی‌کردن در اون شرایط بگن ما طرفدار رفسنجانی هستیم. و رفسنجانی هم که بلافاصله وقتی به قدرت رسید با چپاول اموالی که کرده بود یه مرکزیت یه باندی در خارج ایجاد کرد بتونه افراد سیاسی رو بخره، نشریات رو بخره، اون موقع که تلویزیون نبود بعضی از رادیوها رو بتونه در اختیار خودش قرار بگیره و تبلیغ بکنه برای خودش. ولی تمام کسایی که حتی ارتباط پیدا کرده بودن با باند رفسنجانی در جامعه خارج از کشور دست کم جرأت نمی کردن که بگن ما با رفسنجانی یعنی در خدمت رفسنجانی قرار گرفتیم، تا اینکه مسئله کشته شدن شرفکندی و یارانش در بلند در اون کافه میکونوس اتفاق افتاد. کشورهای اروپایی اتحاد اروپا سفیرهای خودش رو احضار کردن و مجددا رفسنجانی پیغام داد به اینا که ما کسی رو رئیس جمهور خواهیم کرد که اون دوران رو شما فراموش کنید و با تبلیغات بسیار و با هزینه های زیاد که تامین کرد از کارخونه‌هایی که پول داده بود، شرکت‌هایی که کار بهشون داده بود، حتی از عربستان سعودی 20 میلیون دلار گرفته بودن و با یه تبلیغاتی که احتمالاً خامنه‌ای هم موافق بود، درسته که ناطق نوری رو گذاشته بودن در برابر خاتمی، ولی خب به نظر میرسه برای این جوانم که خود خامنه‌ای هم موافق بود که به عنوان بد و بدتر مردم برن و خاتمی بیاد. و خب 13 میلیون رای هم بهش دادن و اونا به دروغ گفتن 20 میلیون و این
دروغ وقتی تکرار میشه نه تنها گوینده باور میکنه، شنونده هم باور میکنه. هنوز خیلی از هموطنان ما که ماهیت دروغگویی نظام میدونن میگن خاتمی 20 میلیون رای برد. بعد به هم روی این که اومد امیدواری ها زیاد شد و به خصوص در خارج کسانی که همکاری میکردن با باند رفسنجانی دیگه علنا اعلام کردن ما با خاتمی همکاری میکنیم برای که 20 میلیون رای، یعنی 20 میلیون دروغ رای آورده. پس یک بار دیگه ما زمان خاتمی با این ترفند بد و بدتر، مردم این اشتباه رو کردن و ماهیت خاتمی هم خیلی زود معلوم شد. منهای این که قتل‌های زنجیری اتفاق افتاد، اون حمله به خوابگاه دانشجویان در امیرآباد تهران، اینا همه دستاوردهای دوران خاتمی بود که مردم رو امیدوار کرده بودن که برین رای بدیم که سید خندان میاد و وضع شما بهتر میشه. یه بار دیگه هم این مسئله در دوران که احمدی نژاد انتخاب شد و چون مردم نارضایتی مردم خیلی بالا گرفته بود، با تبلیغاتی که یکی از تلویزیون‌های ایرانی در خارج از کشور گفت تا حالا این همه هزینه برای هزینه‌ای که برای تبلیغات میرحسین به کار بردید و این همه هزینه شد، در هیچ موقع نداشتیم همچین فعالیت تبلیغاتی و کمک‌های مالی که منم در جوابش گفتم اگر این هزینه ها در جهت برکناری جمهوری اسلامی انجام شد جمهوری اسلامی رفته بود. به هر روی با تبلیغ این که میرحسین موسوی میاد قالی رو نمان فرش قرمز و از زیر پای خامنه‌ای میکشه و مردم رو نجات میده، بازم مردم رفتن به و با تکرار این که رأیتون خونده میشه، یعنی جالب بود مخالفان نظام قول میدادن که رأیتون خونده میشه، برید رأی بدین رأی خونده میشه، ولی خب دیدیم که اونا رأی رو دوباره عوض کردن. به گفته احمدی نژاد خود پسر خامنه ای 30% یعنی اضافه کرد به رأی های احمدی نژاد و همین دلیل بود که وقتی مردم به خیابونا رفتن میگفتن رأی من چی شد، یعنی رأی که میگفتین میخونه چی شد، و اینم دروغ گفته بودن. میرحسین هم که ذاتاً با ایران و ایرانی و عظمت ایران مخالف و طرفدار اعراب پابرهنه اصلا که اومدن تمدن ساسانی رو از بین بردن و دنیا رو عقب انداختن. اگر ایران در زمان ساسانیان به دلیل اینکه دولت و دین زردشتی با هم یکی نشده بودن، از اعراب شکست نمیخورد و عدم شکست ایران در زمان ساسانیان چهره دنیا رو عوض میکرد و طبیعتاً دین اسلام از همون بخشی از سرزمین عربستان بیرون نمیرفت. این شکست بود که رسید تمدن دنیا رو عقب انداخت و تمام گذشته ما رو اینا ریختن کتابا رو توی دجله یا سوزوندن. بعد روی میرحسین موسوی هم آب پاکی رو ریخت رو دست مردم که بیخود کردیم، که فکر کردیم من میام براتون کاری میکنم. من قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اجرا میکردم که مردم فکر میکردن این میاد قانون اساسی رو عوض کنه، به این رای داده بودن. و بعدم دوران طلایی امام رو برمیگردونن، دوران تاریک، دوران بدترین دوران تاریخ معاصر ایران رو به عنوان دوران طلایی امام که ما شاهد بودیم. یه موردش همین روزخون قاتل چندین هزار نفر کشت در همون دوران طلایی. و جالب اینه که در دوران طلایی امام میرحسین نخست وزیر بود و یه مورد استفاده داد، در استفاده چند مورد اشاره کرد، به تنها موردی که اشاره نکرد این قتل عام ضد بشری جمهوری اسلامی بود که اصلا اون در اعتراض خودش در نامه استعفای خودش از اون نام نبرده بود، یعنی برایش طبیعی بود. و همونطور که یزدی هم با بی بی سی تلفنی صحبت کرده بود، ابراهیم یزدی مأمور سیاهی که مأموریتش این بود که برحال احزاب و رهبرهای سرشناخته شناخته شده جامعه را آروم بکنه و خمینی رو بیاره به چیز و قول میداد به بازرگان سنجابی و
نماینده آیت الله طالقانی و نماینده آیت الله عظما شریعت مداری قول میداد که نگران نباشیم، ارتش کودتا نمیکنه. هایزر اونجا کارا رو تنظیم کرده. این در مصاحبه‌ای که با بی بی سی اون موقع رادیوی بی بی سی بود انجام داد، هر چی از کشتار و قتل‌عام میگفت، میگفت طبیعی انقلاب شده، انقلاب همین چیزا رو داره. شما نگران این که هزاران نفر کشته بشن یا افسرهای ارتش در هر کدوم در رشته خود آدم های برجسته بودن اینها رو کشته بیش، شما و ارباب و ارباب های نیزی اونا هم صداشون در اومده بود، میگفتش نه انقلاب شده و انقلاب این پیامده رو داره. به هر حال اشتباهی دیگه اون نسل میر حسین موسوی کرد و نسل 8 سال پیش و 4 سال پیش دوران روحانی که به شتابی به خصوص 4 سال پیش چقدر مردم به سادگی باور کردن که روحانی از این رئیسی بهتره، اگر رئیسی بیاد قتل عام میکنه، اون اگر بیاد کلیده نمیدونم باز کردن تمام قفلای بستر رو میده و یک اشتباه 4 سال پیش شد. ولی همونطور که گفتم دیگه اون دوران به سر رسیده، مردم آگاه شدن، ماهیت دروغگویی اینا رو تشخیص دادن، به قدرت همبستگی پی بردن و این قدرت همبستگی آنچنان سردمداران نظام رو دچار وحشت کرده که هر روزی تصمیمی که میگیرن اشتباه دیگه رو تکرار میکنن. و جالب اینه که با این تصمیم گیری ها و با این ترتیب ها و آوردن اژهی در نمیدونم قوه قضایی هم یکی هم صاحب صاحب در وزارت اطلاعات، همه نشان دهنده اینه که تا چه حد ترسیدن و این تهدید ها میخوان نشان بدن نخیر ما نترسیدیم، ما نمیترسیم، ما مقابله میکنیم. ولی نخیر به شدت ترسیدن. نظامی که تشکیل شده بنا به گفته رئیس جمهور قبلی اینها از 2300 خانواده کلاوت حالا 100 تاشون هم جدا شدن، یه همچین نظامی با 200 یا 300 خانواده در یک سرزمین بزرگ ایران با جمعیت در داخل بالای 82 میلیون، این یک جزیره کوچکیه در یک دریای طوفانی که با یک طوفان به زیر آب این جزیره فرو خواهد رفت. و خوشبختانه ما باید افتخار کنیم نسلی هستیم که این فرو رفتن این جزیره رو زیر طوفان دریا مشاهده خواهیم کرد. آینده ایران، خدا نگهدار.